ذكره أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه ویژه‌ای که در ضمن برنامه‌های تدبر بر قرآن کریم تقدیم حضورتون میشه با عنوان جبر و اختیار. در این برنامه که آخرین برنامه یا سومین برنامه هست در این ارتباط میخوایم موضوع و مفهوم قضا و قدر رو در تفکر دینی به طور مختصر در سایه آیات قرآن کریم بیان کنیم تا ثمره و نتیجه این تفکر یا این مبنای اعتقادی رو هم روشن بسازیم تا اینکه مطالبی که در ارتباط با موضوع جبر و اختیار در دو برنامه پیشین تقدیم حضورتون شد جمع‌بندی بشه. میدونید که بحث ایمان به قضا و قدر یکی از مفاهیم ایمانی هست که در ضمن اصول مبانی ایمان به ما گفته شده و ما هم عموماً به طور مجمل هممون جملاتی رو هم در ارتباط حفظ داریم، ولی همان گونه که بقیه مفاهیم ایمانی که به طور مجمل منتقل شده به عامه مسلمان ها مفاهیم دقیق و روشنش کمتر برای عموم مسلمان ها وضاحت داره، این بخش ایمانیات که قضا و قدر هم هست مقداری نیاز به توضیح و نیاز به تبیین داره. قضا و قدر که هر دوی اینها با هم در ارتباط هست، پایه و اساسش همون مطالبی هست که ما در ارتباط با جبر و اختیار گفتیم و اون این بود که گفتیم مختصراً که الله متعال بر اساس تجربه‌ای که ما خودمون داریم با چشم خودمون می‌بینیم و آیات متعددی که این تجربه رو تأکید می‌کنه و بیان می‌کنه و به عنوان دلیل و نشانه روشنی از حاکمیت و سلطه حکیم الله متعال برامون آیات قرآن کریم این موضوع رو حامل هست. الله متعال تمام این جهان رو با تقدیر یا با نظام و با حساب و کتاب آفریده. آیاتی که این مطلب رو بیان کرده متعدد هست، از جمله این آیات آیه 96 سوره انعام هست که میگه فالق الاصباح جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. پروردگار متعال همون هست که صبح رو روشن میکنه، باز میکنه رو، یعنی فلق صبح رو براتون پدید آورد و شب رو به عنوان موقعیت آرام بخش و به همین صورت آفتاب و ماه رو با یک حسابی و یک برنامه دقیقی اون رو مقرر کرد. ذلک تقدیر العزیز العلیم، این حساب و این تقدیر از جانب عزیز و علیم هست، اللهی که حاکمیت یکتا داره و آگاه بر همه این خلق و محکومین هست. هر کدوم از اینها بسیار پر معنا هست. اگر فقط ما صبح و اثر صبحگاه و تأثیرات مختلفی که بر موجودات زنده خصوصا گیاهان پدیده صبح داره رو ما بررسی کنیم، چطوری صبح صورت میگیره، خودش یک دنیایی از حکمت و نظامی هست که الله عزیز و علیم اونها رو پدید آورده. آرامش دهندگی لیل که چه ارتباطی داره شب در ذات خودش با قددی که آرام بخش هست برای انسان در شب و مقدمات خواب رو برای انسان فراهم میکنه، خودش یک دنیایی از معلومات هست.
موقعیت خورشید و ماه و نقش خورشید که من تنها منبع انرژی برای کل زمین هست و نقش ما در این میان خودش یک نظامی هست که باز هر ذره اون حکمت‌های بیکرانی بی حسابی رو در بر داره. ذالک تقدیر العزیز العلیم. دنیای از معلومات و بهتر بگیم علم و دانش در هر کدوم از اینها نهفته هست. آیه دوم، آیه سوره فرقان آیه دوم هست که میگه که الذی له ملک السماوات والارض، پادشاهی که اون اللهی که پادشاه و مالک آسمان ها و زمین هست، یعنی کسی اون با اون شریک نیست، هیچ کسی به کسی در این مالکیت و حاکمیت به کسی واگذار شده نیست، فلم یتخذ ولدن و نه هم فرزندی رو گرفت که جانشینش باشه یا نیابتش رو بر عهده بگیره، چون نزدیکترین فردی که نیابت و جانشینی در واقع صلاحیتش رو داره فرزند هست. وقتی که فرزند نگرفت به طور طبیعی کسی دیگه هم اولا هست که نیازی بهش نخواهد داشت. ولم یکن له شریک فی الملک، و در این مالکیت و حاکمیت و پادشاهی هیچ شریکی هم نداشته از ازل، و خلق کل شیء فقدره تقدیره، همه اشیا رو او آفرید و هر چیزی رو با یک حساب و کتاب، فقدره تقدیره، به دقیقا هر چیزی رو حساب کتاب، از یک مولکول گفتم آب تا بقیه عناصر خلق، همه موجودات همه در یک نظام دقیق و حساب و کتابی آفریده شدند. به همین صورت آیه 38 سوره یاسین، و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، برای در یک مسیر خورشید هم داره جریان داره به مسیر معین با اهداف معینی که همه اینها حساب شده هست، تقدیرم همون تقدیر عزیز علیم هست. دقت کنید خاتمه عزیز و علیم در آیه 96 سوره انعام هم دیده میشه، در خاتمه یاسین 38 هم باز هم عزیز و علیم هست تا یک تایی حاکمیت او و علم او رو باز بهتر ببینیم. در خاتمه آیه 12 سوره فصلت باز هم تقدال که تقدیر العزیز العلیم، فقداهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماء امرها و زین السماء الدنیا بمصابیح و حفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. آسمان، شگفتی های آسمان و کهکشان هایی که در روی سرمون وجود داره که همه اینها یک نظامی هماهنگ بر اونها حاکم هست، در بر هر آسمانی بر هر بخشی از این آسمان امر خودش رو جاری کرد، به اونها القاء کرد، اوها الیهم یعنی انتقال پیام هست به طور مخفی، به طور پوشیده، کلا وحی معنای پوشیده بودن پیام هست، پوشیدگی پیام. الله متعال برای انسان ها از طریق انبیا وحی یا پیام خودش رو یا حکم خودش رو میفرسته و برای بقیه موجودات هم به همین صورت به طور مستقیم امر و حکم خودش رو به اونها القا میکنه. این تقدیر عزیز العلیم هست، حفاظت شده، و این نظام بسیار حکیمی هست که الله متعال بر این جهان این نظام رو جاری کرد. این تقدیر یا مقدر بودن حساب و کتاب جهان برامون مهمترین مطلبی که داره این هست که ما باید در ضمن این دایره این نظام حرکت کنیم، این نظام رو رعایت کنیم، قانون اون رو مد نظر بگیریم، و این قانون او هست که در نتیجه این قانون ما میتونیم نتایج درستی رو داشته باشیم. بخشی رو تجربه دست میاریم، بخشی هم با وحی الله متعال ما میگه، تا اینکه ما در سایه لطف قانون او و احکام او و نظام او سلامتی و سعادت و آرامش رو به دست بیاریم. در نتیجه اولی نکته که در بحث تقدیر وجود داره این هست که الله متعال این جهان رو نظاممند آفریده، نظام هماهنگ و حکیمانه ای که علمش بر همه چیز غالب است. در نتیجه رعایت این نظام در ضمن باور ما به قضا و قدر هست. ما
ایمان داریم که این همه چیز با قدر هست، با نظام هست. در نتیجه این نظام رعایت کردنش برامون واجب است. بخش دومی که نتایج این نظام هست رو بازم تأکید کردیم که الله متعال مثل نعوذ بالله خلائق نیست که چیزی رو آفرید و اون دیگه خودش هست به طور مستقل عمل میکنه، دیگه از سلطه او بیرون است، بلکه نتیجه اون هم باز هم سلطه و حاکمه به دست الله متعال است. گفتیم دارو رو الله آفرید و نتیجه این دارو هم باز هم الله هست که امر میکنه و قضا دست او هست. در نتیجه ما هم به نظام حکیم پروردگار متعال در جهان اعتقاد داریم و پیروی از این نظام رو میکنیم و هم نتایج این نظام و این سیستمی که الله متعال یا اداره یا مدیریتی که بر این سیستم اجرایی از جانب الله متعال صورت میگیره رو فقط از جانب او میدونیم، کسی رو در این باب شریک نمیدونیم. وقتی که این دوتا اعتقاد در ما وجود داشت که قضا و قدر از جانب پروردگار هست، ایمان میاریم که همه چیز در یک نظام معین و با حکم الهی صورت میگیره، نتایج معینی رو در ذهن و رفتار و در کردار ما باید پدید بیاره. این یک چیزه، نه این به این معنا هست که ما رو به جبر میکشونه، بلکه برعکس ما رو متعهد و مسئول میگردونه تا اینکه ما در قبال نظام او تعهد و مسئولیت داشته باشیم، رعایت اونها رو بکنیم، چه میخواد نظام تکوینی باشه و چه میخواد نظام تشریعی باشه. و از جهتی دیگه در ارتباط با نتایجی که در این نظام به دستمون میاد هم باز که الله متعال باز هم فیصله کنه همه اینها هست، اموری رو باید، نتایجی رو باید در رفتار خودمون مشاهده کنیم. اولین نکته‌ای که وجود داره این هست که ما راضی میشیم به قضای الهی. رضایت به قضای الهی به این معنا نیست که منی که خطا کردم و نتیجه خطای من هم یک امر نامطلوب بود، با این اشتباه خودم راضی باشم و به این اشتباه ادامه بدم، بلکه راضی باشم به قضای الهی در اینجا که بدونم که قضای الهی در اینجا عدل هست، اشتباه از من بود و چون اشتباه از من بود باید جبران این اشتباه رو خودم بکنم. اگر در حق کسی هست جبرانش بکنم، اگر در حق خودم هست باز هم تکرارش نکنم و از الله متعال بخوام که من توفیق بده که در آینده این اشتباه از من صورت نگیره. ایمان به قضای الهی در خطاهایی که از من و امثال من یا من نوعی صورت میگیره این هست که در راه توبه رو بگیرم و برای جبران خطای خودم سعی و تلاش بکنم، اشتباه خودم رو اعتراف بکنم و به درگاه الهی التجا بکنم تا اینکه این اشتباه جبران بشه. این اولی مطلب است که خطا و اشتباه که نتایج تلخی رو برام داره این نتیجه راضی باشم، چون عدل الهی هست، نظامی بود، اشتباه خودم کردم. در نتیجه برای جبران این سعی و تلاش بکنم تا اینکه این رو دوباره تکرار نکنم و اگر هم قابل جبران است اون رو به نحوی جبرانش کنم. دوم، وقتی که نتیجه مطلوبی به دست من میاد، به خودم و قدرت خودم، فکر خودم، توان خودم، داشته های خودم
علم خودم نبالم و افتخار نکنم، شکر الله رو بگم و اون رو رحمت الهی بدونم، فضل پروردگار بدونم. چرا؟ چون اون چی که دارم از او دارم، او من داده. اون چی که دارم از او دارم، خطا رو عدل او بدونم، نتیجه خطا و ناگوار رو عدل او بدونم و نتایج نیک و درست رو فضل او بدونم، چون تمام داشتهای من از او هست. الان آیاتی رو همیشالله در این باب با هم بررسی خواهیم کرد. سومین نکته ای که باز هم در بحث قضا و قدر باید مد نظر قرار بدیم این هست که گاهی شما، من سعی و تلاش خودمون رو در راستای رسیدن به هدف معینی انجام میدیم، در نتیجه این سعی و تلاش نتیجه مطلوبی که باید بگیریم رو نمیگیریم. من هم تلاش میکنم که به یه نتیجه معین برسم، فردی مثل من هم برای همون نتیجه سعی میکنه، اون نتیجه خودشو میگیره، ولی من نمیگیرم. قضای الهی در اینجا، قضای الهی در اینجا نتیجه یک مجموعه ای از اسباب هست که برخی از اون اسباب رو من دارم میبینم و برخی از اونها رو نمیبینم. چون نمیبینم، من برام ناگوار هست که این چنین نتیجه رو به دست بیارم. الله متعال که برای من رحیم و کریم هست، چیزی رو نصیب من میکنه که من در واقع در ظاهر نمیخوام، ولی در واقع خیر من در اون هست. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. چه بسیار مواردی پیش میاد که شما چیزی رو دوست دارید ولی اون براتون شر هست، تلاش میکنید در پیش میرید و بهش نمیرسید، و برعکس اون گاهی چیزی رو خوشتون نمیاد ازش اجتناب میکنید، برعکس درش میفتید، باش مواجه میشید. اسباب رو شما، تقدیر رو در ضمن تجربه عملی خودتون پیگیر شدید، ولی نظام الهی، تقدیر الهی فقط در حدودی نیست که من و شما داریم میشناسیم، فراتر از اون هست. نظام الهی، قانون الهی، حکمت الهی، علم الهی بر خلائق، در واقع تقدیر الهی علم، مصداقی از علم الهی هست، مقداری از مصداقی از حکمت پروردگار متعال هست، مصداقی از حاکمیت پروردگار متعال هست، حاکمیت الله متعال، علم الله متعال، و به همین صورت حکمت پروردگار متعال نتیجه چیزی رو برامون میاره که اون برامون خیر است، اگرچه ما ظاهرش رو شر میبینیم. خیر بودنش در پرده پنهانی هست که ما نمیدونیم، عالم الغیب و شاهده اون هست. در نتیجه سومی که ما در این بحث میگیریم اینه که اون چیزی که ظاهرن برامون مطلوب نیست، به عنوان مؤمن اون رو برامون خیر بدونیم. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن امر المؤمن کلو خیر، امر مؤمن همه چیزش خیر است. اگر سختی و دشواری هست صبر میکنه، خیر است، به خاطر اینکه نتیجه صبر خودش رو خواهد دید و در واقع برایش الله متعال خیر رو در نظر داره. اون نمیدونه، به خاطر این ما میشه استخاره میکنیم، مشفره میکنیم اسباب رو، نظام تقدیری که میبینیم، استخاره میکنیم نظام تقدیری که نمیدونیم. الله متعال نظامی رو گذاشته، الله متعال حکیم و علیم هست. گفتم که تقدیر یعنی حکمت الهی، تقدیر یعنی حاکمیت الهی، تقدیر یعنی علم الهی. وقتی که این سه موضوع رو ما
کاملا که اطلاع نداریم و بخش از اون اطلاع داریم، در نتیجه بخشی که ما میدونیم، بخشی جزئی کمی که میبینیم، فکر میکنیم، مشوره میکنیم و اون اسباب رو در نظر میگیریم، بقیه رو به الله متعال میسپاریم. دو موضوع مطرح میشه: توکل بر الله متعال و دعا خواستن، استخاره خیر رو از الله متعال درخواست کردن. در نتیجه ایمان به قضا و قدر توکلمون رو ایجاد در ما توکل ایجاد میکنه و ایمان به قضا و قدر در ما التجا به الله متعال فراهم زیاد میکنه. چون به هر اندازه ما علیم باشیم، به هر اندازه قادر باشیم، به هر اندازه آگاه باشیم، فوق کل ذی علم علیم، الله متعال عالم الغیب و شهاده است، غالب بر همه چیز است. در نتیجه باز هم از او میخواییم در نهایت، و خیر رو در اون چیزی میدونیم که اون برامون نصیب بکنه بعد از اینکه استخاره کردیم و امر خودمون رو به او سپردیم. در نتیجه در امر سومی که در بحث قضا و قدر پیش میاد، ایمان به قضا و قدر این هست که انسان دائما راضی هست، رضایت داره به حکم الهی، نه به عنوان یک موضوعی که مجبور هست بپذیره اگرچه با کراهیت، بلکه به عنوان یک رضایت یقین و آگاهانه‌ای که میدونه خیلی درش هست و اون خیر رو اطلاع نداره، رو ظاهر خواهد شد. شاید در دنیا ظاهر نشه ولی در آخرت ظاهر خواهد شد. مهم اینجاست که الخیر فی ما وقع، خیر در اون چیزی که اتفاق افتاد باید بدونه. خیلی موقع هست که ما مطلب مفهوم تقدیر رو میاریم، میگیم نصیب اون همین بود، با حالت خیلی بگیم مایوس و ناراحتی و همون حالت جبر، یعنی بدون اینکه به زبان بیاریم، مثل اینکه میخوایم بگیم که برای ما دیگه این ثبت شده بود، یا قسمت ما که در فارسی میگیم قسمت به جای تقدیر، یعنی قسمت ما همین بود، یعنی که چاره نیست دیگه، مجبوریم، خدا نعوذ بالله، یعنی به طور ناخواسته یا ناگفته داریم میگیم که به ما ظلم شد، نمیتونیم چیزی بگیم، نعوذ بالله، در مقابل خدا. این تعبیرات هم جز تعبیرات آلوده به کفران نظام الهی و کفر به مقام پروردگار متعال هست. وقتی که ما با موضوعی روبرو میشیم که برام پسندیده نیست، اگرچه سعی و تلاش خودمون رو در زمینه رسیدن به اون پسندیده کردیم، ناپسند رو، خودمون رو در مقابل ناپسند در یک تعبیر ناپسند تسلیم نکنیم، بلکه بگیم که راضی هستیم، خیر انشاءالله در همون هست که الله برامون نصیب کرده. ما نمیتونیم، ظاهر قضیه چیزی هست ولی در درون موضوعات میتونه چیزها باشه. شما تاریخ زندگی خودتون رو در نظر بگیرید، چقدر اتفاقاتی هست که ظاهر موضوع تلخ بوده و نتیجه چقدر شیرین اومده بیرون. زندگی گذشتگان رو ببینید، چه لحظه هایی رو یوسف علیه السلام در زندگی خودش سختی گذروند ولی نهایتش چقدر زیبا و چقدر خوشاینده، چقدر مؤثر بود، نهایتی که تغییر و تحول در یک قوم ایجاد کرد، بلکه یک قوم رو بنیانگذار کرد در داخل مصر، بنیاد یک قوم رو ریخت. خب این فرهنگ سازی یا این پایه‌ریزی یک تمدن در تاریخ بشریت، خب طور طبیعی سختی ها رو با خودش داره. زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در نظر بگیری، چقدر سختی ها کشیدن ولی در نهایت نتیجه اون چیز، این سختی ها ساخته شدن یک نسلی بود که اون نسل نسل ها ساخت.
علی متعال علیم و حکیم است و علم و حکمت او یک مقتضیاتی داره که ما بخش اندکش رو شاید ببینیم، ولی بقیه اون از چشم ما بیرون و از ادراک ما خارج هست. در نتیجه تسلیم شدن به قضا و قدر یکی از مهمترین نتایج ایمان به این موضوع هست و آرامش بخش در زندگی انسان و به همین صورت تجدید دهنده به قوت و توان سعی و تلاش انسان به شمار میاد. برای اینکه این مطالبی که گفتم بهتر روشن بشه، دوست دارم که در سایه آیات قرآن کریم این مطالب رو ببینیم که چگونه قضا و قدر در ما شکر الهی در مقابل نعمت ها پدید میاره، چگونه ایمان به قضا و قدر موجب میشه که انسان در مقابل مصیبت ها و مشکلات سختی ها آرامش داشته باشه و رضایت کامل داشته باشه، و به همین صورت چطوری در مقابل ایمان به قضا و قدر انسان سعی و تلاش خودش رو مستمر نگه میداره و متوقف نمیشه از سعی و تلاش، و در سایه ایمان به قضا و قدر چگونه انسان هم توکل داره به پروردگار متعال و هم نظام و چارچوب حکمتی که الله متعال در درون خلق خودش گذاشته رو باید رعایت بکنه. همه اینها رو میتونه انسان در نتیجه ایمان به این مطلب یا به این موضوع در خودش پدید بیاره که مجموعه ای از سعی و تلاش مثمر و مستمر رو میتونیم در نتیجه این فکر و اندیشه دینی داشته باشیم. اولین آیه که من براتون انتخاب کردم آیه 155 یا 156 سوره بقره هست که الله متعال میگه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ما به تأکید و بدون تردید، لام لام تأکید هست، لام قسم هست، نونم نون تأکید هست، بدون هیچ گونه تردید و بدون هیچ گونه شبهی با تأکید شما رو مبتلا میکنیم با چیزی از گرسنگی، خوف، بیامنی، گرسنگی، نقصی من الاموال و الانفس و الثمرات، کم شدن یا کم بود مال و از دست دادن انفس یا از دست دادن فراورده هایی که در زندگی برای رسیدن به اونها سعی و تلاش میکنیم. چی میخواد؟ فراورده های کشاورزی باشه و چی میخواد تولیدات مختلف دیگری باشه. ولی و بشر الصابرین، ولی بشارت بده به صبر کننده ها. الذين اذا اصابتهم مصيبتون، اون کسانی که اگر به اونها مصیبتی یا ناخوشایندی اصابت کرد یا بهش مبتلا شدن، بگن که انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن پروردگار متعال هستیم و به سمت او هم برمیگردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینا هستند که برشون از جانب الله متعال خیر و برکت ثبت میشه. درود الله متعال بر بندگانش در واقع
نوعی از خیر و برکت هست و رحمت الهی هست و اولای که هم مهتدون، اینا هستند که هدایت و مسیر درست رو به دست آوردن. انا لله و انا الیه راجعون در ضمن این اتفاقی که میفته یا اتفاقات ناگواری که برای انسان میفته، یک تعبیر بسیار بسیار پرمعنا و عمیق و دقیقی رو در بر داره. در فهوا بر فهوا و معنای این تعبیر یا این عبارت فکر کردن یا تأمل کردن بسیار لازم هست و از اهمیت خاصی برخوردار است. آیه چند مطلب رو میاره. مطلب اول این هست که ابتلا در امنیت است. دوم با فقر و ناداری هست، جوع گرسنگی هست. سوم نقص من الاموال هست، از دست دادن دارایی مالی هست یا دست دادن عزیزی هست، انفس، یا از دست دادن یک نتیجه عملی هست. دقت کنید، انسان در زندگی داشته هایی رو در اختیار داره که این داشته ها براش آرامش و آسایش رو فراهم دارن. امنیت بزرگترین داشته ای انسان است در هر جایی که هست. بهترین و با ارزشترین نعمتی که انسان داره امنیت است. بعد از امنیت و آرامش آسایش است، امکانات آسایشی از خورد و خوراک و پوشاک و انواع امکانات مختلف رفاهی که ازش برخوردار است. قدر اینها رو عموما وقتی که در اختیار انسان هست کمتر میدونیم، و اگر هم بدونیم، نکته مهمی که وجود داره اینه که اگر بدونیم هم قدر اونها رو، خیلی موقع هست که فراموش میکنیم که دهنده اینها، مالک حقیقی اینها، مصدر حقیقی اینها رب ذوالجلال هست. الله متعال آزمایش میکنه بندگان خودش رو، ایمانشون رو و اعتقادشون رو، اندیشه اونها رو، که آیا واقعا این اصل رو باور دارن که اون چی که دارن، دهنده اون چی که دارن منم. آسمانی که بر سرشون برافراشته هست، این آسمان رو کی برافراشت و کی این امنیت رو براشون فراهم کرد؟ باران و بادی که ازش لذت میبرند، کی این نظام رو ایجاد کرد؟ آیا نمیشه همون باد بشه طوفان و اون باران بشه سیل و بدترین آسیب رو به انسانها برسونه؟ به همین صورت سلامتی و صحتی که دارند، اون چیزی که ما میکاریم، ما زحمتشو فقط در کاشتن و در کود دادن یا در آب دادن فقط میکشیم، ولی نظام رو الله متعال گذاشته که این که من بکارم طبق چه فرمولی این بذر کاشته شده از آب تغذیه بکنه و طبق چه فرمولی از مواد غذایی زمین و از کودی که بهش میدم استفاده کنه و این جوانه بزنه و بالاخره نتیجه معینی خودش رو بده. این فرمولش رو کی گذاشت؟ این نظام رو کی درش نهاد؟ و کی میتونه اخذ بکنه؟ اون کسی که به من و شما عقل و خرد و دانش و فکر رو داد که تونستیم هواپیمایی بسازیم، ماشین رو بسازیم، خودرویی رو بسازیم، صنعتی رو بسازیم، خب اون عقل و خرد رو اونه میتونه بگیره. و اصلا اون نظامی که داره این جهان در ما در ضمن اون نظام داریم بهره میگیریم و امنیت داریم، در یک لحظه اگر اون نظام، اون فرمول اصلی که
بر اساس او داره یه هواپیما پرواز میکنه، بر اساس اون داره یه کشتی با میلیون ها تن، هزاران تن بار داره حرکت میکنه. خب اگر اون لحظاتی، اگر همون فرمول متوقف بشه، همه چیز توقف کرده. ما یمسکهن الا الله الا الرحمن اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات. این پرندهایی که در آسمون پرواز دارن، اینا نمیبینید که نظام اون فرمولی که گذاشته، کی گذاشته؟ الله مختار گذاشته. در نتیجه این ابتلاعات مختلف و متعددی که در زندگی انسان‌ها با اون روبرو هستن، با گونه‌های مختلف، یه نظام طبیعی هست برای اینکه انسان ایمانش و اعتقادش بر اینکه انا لله و انا الیه راجعون محک بخوره. که چقدر قبول داریم که ما، داشته‌های ما، وجود ما، توان ما، قدرت ما، اموال ما، سلامتی ما، هبه ای از جانب الله متعال است. اگر موقعی که مبتلا شدیم این رو گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، اونجاست که میگیم اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینا هستند که رحمت الهی براشون میاد. چه رحمتی در دنیا ازشون چیزی گرفته شد ابتلا و در نتیجه این از این آزمایش موفق بیرون اومدن، در انتها، در عاقبت، در نهایت جنات نعیمی براشون خواهد بود که نمیتونیم هیچ چیزشو مقایسه کنیم با امکانات این دنیا. هدایتی نصیبشون میشه و رحمتی نصیبشون میشه که نسبت به اون چی که از دست دادن قابل مقایسه نیست. پس همیشه این عادت رو در خودتون پدید بیارید و این جمله رو در خاطر خودتون ثبت کنید که هر موقع چیزی رو از دست دادید، در هر شکلی که باشه، چی میخواد در شکل مالی باشه، مادی باشه، و چی در زمینه‌های معنوی، بگید انا لله و انا الیه راجعون. از اصلا ما هرچی داریم مال او هست و ما هم به سمت او برمیگردیم. در نتیجه اون چی که گرفته شد جای دوری نرفت، اون کسی که داد گرفت و راضی هستم به رضای او، به نظام او و به قضای او. این یکی از نتایج مهم ایمان به قضا و قدر. بدر از عیسی پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. در بیت عیسی مسیح باشید استاد بزرگوار. من سوالی داشتم، حالا نمیدونم اسمتون، من نمیدونم. زیایی هستم آقای عیسی، بفرمایید. بله بله، من در چند وقت پیش برنامه شبکه نور رو داشتم نگاه میکردم، استادی بود، نمیدونم حالا فکر کنم آقای فاتح بودن، در مورد مسیحیت صحبت کردن. سوال من اینه آقای ضیایی، فکر کنم شما آقای ضیایی هستین. سوال من اینه، وقتی که شما به عنوان یک مسلمان اطلاع کافی از دین مسیحیت ندارید، اطلاع ندارید از کتاب انجیلشون، کتاب انجیل، و میایید برنامه زد در مورد مسیحیت، اصلا تا حالا شبکه های مسیحیت رو نگاه کردی؟ شبکه سرسفن پا، شبکه محبت. آقای عیسی شما مسیحی هستید؟ شما مسیحی هستید؟ شما میتونید بگید که چند تا انجیل رو کلیسای شما رسمیت دادن؟ من یک انجیل، ولی شما اعتقاد دارید انجیل با تحریف شده. نه شما الان من اینو شما شما یک مسیحی هستی، ولی متاسفانه معلوماتتون دقیق نیست. من زیاد متواتر ندارم، ولی چون که برنامه دیدم گفتم سوال بپرسم شما. شما اصلا نمیدونید انجیل، یه آیه از انجیل نمیدونید یا نیست، ولی میگید دین مسیحیت دینشون منحرف شده، دین روزی مثلا
از یه ترتیب رد میکنید یا اینکه مگه خود اشکال نداره شما آقای خدا یحیی و یمیت افتاد یک لحظه فقط یک لحظه مگه شما نمیگید خدا یحیی و یمیت از حضرت تا یحیی و یمیت نبود حالا خود حضرت عیسی فوت کرد به نظرتون؟ آقای حضرت عیسی فوت کرد یا زنده است؟ نه زنده است. شما که معتقدید که فوت کرده به صلیب کشیده شده؟ من نه ما اعتقاد ندارم که به فوت کرده. این صلیب چه علامتی هست؟ به صلیب کشیدن حضرت عیسی به چه معنایی هست؟ صلیب اون زمان اومدن حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن ولی ایشان فوت نکردن در صورتی که به آسمان عروج کردن و ناظر بر اعمال مسیحیان و حواریون اون زمان هستن و این زمان هم هستن. خب ایشون خالق جهان هم ایشون بوده؟ بله مگه خالق هم ایشون بوده یحیی و یمیت. خب ایشون که قدرت داشته خب چرا چگونه ایشون به صلیب کشیده میشه؟ یعنی همون مخلوقی که ایشون زنده بله بله یک لحظه حضرت عیسی مسیح به عنوان یک خداوندی که به در هیئت در وجود انسان تجلی پیدا کرده از طرفی میخوره میآشامد به عنوان یک مثلا انسان ولی اصل کار این که صفات خداوند رو داره پس میتونیم اثبات بکنیم خوردن و آشامیدن صفت کمال هست یا صفت نقص هست؟ خوردن و آشامیدن نیاز کسی که میخوره میآشامه نیازمند هست یا بی نیاز هست؟ اگه از جهت مثلا انسان بودن ولی جهت نقص چون که مستقی به یک چیزایی هستن. خب پس موجودی که نیازمند هست چطوری خالق و خدا هست؟ خدا باید بی نیاز باشه. چون که من اطلاع کافی به در این قضیه ولی چون که سوال شده باشم الان من سوال کردم شما آماده هستین مناظره بکنین با پیشان مثلا مسیحیت آقای هرمونشتری اصلا در این قضیه؟ ما حاضر هستیم با هر کسی مناظره کنیم، نیازی مناظره نداره. من سوال خیلی ساده ای را شما کردم، سوالی کردم که شما اگر از یک مسلمان ببین از یک انسان ساده از یک مسلمان ساده بپرسید که آیا شایسته هست، ببین انسان از یک انسان ساده بپرسید که آیا شایسته خالق و حاکم زمین و آسمان هست که نیازمند باشه به مقامش برابر هست، یعنی با مقام شایسته خدایی میکنه، میگه نه این خدا نمیتونه باشه که بخوره و بیاشامه چون نیازمند هست، خدا باید بی نیاز باشه. آیا شایسته خدا هست که ناتوان باشه، یعنی چند نفر بیا اون رو به صلیب بزنن، میگن نه این خدا عاجز است ناتوان هست، خداوند باید قادر متعال باشه؟ چرا چرا که شما ادعا میکنید که دین اسلام دین منطقی هستش ولی دین مسیحیت رو منحرف تلقی میکنید؟ دلیل شما چیه که دین ما مسیحیت منحرف شده؟ به خاطر اینکه خودتون دینتون رو کتابتون رو علاوه شما که نیستید، اونایی که مدعی هستن شما خودتون متاسفانه علم کافی ندارید، خودتون کتابتون حفظ نکردید که میدونید که کتابتون در چه قرنی نوشته شده، چند سال بعد از حضرت عیسی نوشته شده؟ سوال من شما اصلا میدونید که در کتاب انجیل چه چیزی هسته؟ من دارم از شما سوالی میکنم، میگم از شما دارم سوال میکنم، میگم آیا شما خبر دارید که کتاب انجیل که شما بهش اعتقاد دارید در چه قرنی نوشته شده هست؟ چند سال بعد از طوری که شما میگید به صلیبش کشیدن حضرت عیسی نوشته شده است؟ خب شما این سوال رو بپرسید، از کشیش های خودتون بپرسید، بگید که ما انجیل های مختلف داریم، انجیل هایی که داریم این انجیل ها نسخه های این انجیل در چه سالی در تمام موزه هایی که در دنیا وجود داره قدیمی ترین نسخه ای که وجود داره در چه سالی نوشته شده و کی نوشته؟ بعد از این بپرسید از همون
کشیش خودتون بگید که نسخه‌ای که وجود داره آیا همه درش در مورد نسخه اتفاق دارید که همین هست غیر از این نیست؟ سال دیگه هم بپرسید که آیا این نسخه‌ای که وجود داره همشون با هم مثل هم است؟ اگر سوال نمی کنید هم برید خودتون یک مطالعه بکنید، یه نگاهی بندازید، درست بخونید نسخه‌های مختلف انجیل رو ببینید که آیا بینشون اتفاق هست یا اختلاف هست. اما قرآنی که ما داریم در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله نوشته شده است و تا حرفش هم تا امروز سینه به سینه و به طور متواتر هزاران نفر در هزاران نسخه انتقال دادن و هیچ اختلافی هم بین مسلمان در مورد قرآن وجود نداره. آقای محمد سلام بر شما، عزیز فرمایید. درود بر شما آقای دیایی عزیز و تشکر میکنم و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان بزرگ شبکه نو. استاد دیایی عزیز، من دو تا سوال داشتم و یک بحثی که حالا دانشگاه هم ایجاد شده بود و اینها من خواستم خدمتتون بپرسم. ببینید، در رابطه با مبحث احباط و تکفیر که در قرآن هم مطرح، ببینید من به نظرم این بحث این اتفاق افتاد این بود و همینطور در رابطه با هدایت و دلالت. ببینید ما داریم که میگه خدا هدایت میکنه و خدا هستی گمراه میکنه طبق آیات قرآن، و در واقع هدایت و دلالت همه انسان ها به دست خداوند متعال. خب حالا اگر هدایت من، هدایت انسان به دست خداست و همینطور گمراهی هم به دست خداست، از نقش انسان در هدایت خودش چیه؟ باید ما این جوابی میتونیم بدیم بر این سوال، و اون اینه که انسان باید خودش رو در معرض هدایت و در معرض در واقع نفحات و اون نفحات که هدایت قرار بده تا این که بتونه که هدایت دست بگیره و به راه راست هدایت بکنه. اما این که خداوند در قرآن هم فرموده که این خدا که در واقع انسان‌ها رو گمراه کرد و گمراه دست بود، با چه توضیحی داشته باشید؟ من خواهشم در از پایینی که این سوال رو پاس بدید، من کسیم این قطع بشه سوالات رو میپرسم بعد پس از پایی جواب بدید، و اگر ممکن هستش این بحث جبر و اختیار و بحث تقریر و اینها که ما تو دو سه طرف بحث کردین و اینها خب خیلی بل رامه خیلی فضین و خیلی خوبی منطقه بل، اگر این بحث هدایت و دلالت بود، من حتی میگم از سر کار شدی که سر بحث فضین رو بگیرم میام این برنامه رو بسنم، و بحث هدایت و دلالت رو در قرآن اگر همینجوری که مورد دقت قرار دادین خود من تو برنامه توضیح بدیم ممنون میشه. و یک سوال دیگه هم داشتم در اصلا این که ببینید اگر من الان بگم که فردا من دروغ خواهم گفت، خب اگر حالا اگر فردا مثلا فردا ساعت 10 من دروغ خواهم گفت، اگر فردا ساعت 10 صبح بشه من دروغ بگم، خب یه گناه مرتکب شدم. اگر دروغ نگم، این حرفی که امروز یعنی امروز زدم حرفی که الان زدم این دروغ میشه. این تناقض و اینها رو چجوری با هم جمع کرد؟ و این بیننده عزیزی هم که دیدم تماس گرفتم و خودشون میگن در اصل مسیحیت هست و اینا، من خواهش می‌کنم در رابطه با خشونت‌های مسیحیت اگر در موردی ذکر بکنی فکر می‌کنم کافی باشه و برنامه تفسیری و برنامه زیبای قرآنی ما رو هم در واقع مانع نشن ممنون. پس این سه تا بحث رو اگر استاد بیاید مورد نظر قرار بدید و خودتون بفرمایید و اون برنامه رو هم بفرمایید، من مشتاقم و متشکرم. من انشالله دو سالتون رو پاسخ بدم، ولی فکر کنم سال سوم رو نتونم، فرصت نشه در جلسه آینده انشالله تماس بگیرید و بیادم بیارید. سعی میکنم که اولی و دومی رو انشالله پاسخ بدم در این بحث. اون هدایت و دلالت هم خبری تو من برید که تو کنون برنامه انتظارتا قرار صحبت بکنید و اینهای که ما تیگیر برنامه هایی ما باشنم و بتونم بیام از سر کار گوش بدم. تشکر تماستون. دقت کنید وقتی که ما به الله متعال
گفتیم ما در جلسه قبلا تاکید بر این داشتیم که بحث مشیت پروردگار متعال وقتی که مطرح هست، اولین نکته ای که وجود داره بحث حاکمیت پروردگار هست. یعنی مشیت یعنی حاکم، یعنی اینکه اون هست که حکم رو و حاکمیت رو اداره میکنه، یعنی این حکومت رو، حکومت جهان رو و هر در هر زمینه امر دست او هست. وجود حکم و امر به معنای استبداد بی نظم بی ضابطه نیست. در قانون بشر اینطوری هست. ما فکر می‌کنیم که وقتی کسی میگه دست من هست، همه چیز دست من هست، یعنی اینکه بی ضابطه هست، هر کاری رو بدون هیچ گونه ضابطه و قانونی رو انجام میده. الله متعال وقتی که ما چیزی رو به اون نسبت میدیم، هر صفتی رو به اون نسبت میدیم، میگیم کما یلیق و به شأنه، همونطوری که به شأن او شایسته او هست. وقتی که ما به مخلوق میگیم، برای مخلوق نسبت میدیم که ایشون هر کاری بخواد میکنه، یک نوع استبداد و خودکامگی رو ظاهر کردیم که در مقابل اون بی‌عدالتی و ظلم هم به طور طبیعی ظاهر میشه. اما در برای خالق متعال وقتی که ما این صفت رو میدیم، دلیل بر کمال حاکمیت او هست که همراه توأم با حکمت و عدالت هست. در ارتباط با وجود حکمت و عدالت در ضمن این حاکمیت یا مشیت پروردگار متعال، خاتمه سوره انسان برامون اشاره جالبی رو داره که تفسیر بسیار زیبایی رو در این باب میتونه تلقی بشه. دقت کنید، من سعی میکنم که این آیه رو روی صفحه بیارم تا اینکه بهتر بله. آخرین آیه سوره آیه 30 سوره انسان هست. دقت کنید، میگه این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. این تذکری هست، اون کسی که بخواد مسیری رو به سمت پروردگار متعال اتخاذ میکنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، در واقع شما اراده نمی کنید، نمی خواهید مگر اون چی که الله بخواد. یعنی نظام حاکمیت در دست الله هست. فکر نکنید که یعنی هر کار بخواید میتونید انجام بدید. ان الله کان علیما حکیما، الله متعال علیم و حکیم است. این مشیت الهی مشیت علیم و حکیم هست. مشیت مستبد نعوذ بالله ظلم کننده بر بندگان نیست. چرا مشیت ما رو تابع مشیت پروردگار متعال میکنه؟ به خاطر اینکه به اراده و به قدرت خودمون نبالیم و همیشه خودمون رو وابسته به او بدونیم، داشته های خودمون رو از او بدونیم. ولی در این حال مکرر گفتم که نتیجه عمل کرد و قدرتی که ما داریم، این نتایج اگر مثبت باشه یا رضایت بخش باشه از فضل الهی میدونیم، چون اون چی که داریم رو در واقع حتی قدرت ارادی ما، قدرت توان فعالیت ما رو الله متعال داده. و اگر هم تلخ باشه، ناگوار باشه، عد الهی میدونیم، چون ما بودیم که قانون نظام الهی رو زیر پا گذاشتیم و نتیجه تلخ رو برای خودمون موجب شدیم. در نتیجه وقتی که ما مشیت رو بر الله متعال نسبت بدیم، استبداد خودکامه بی ضابطه ای نیست، بلکه حاکمیت علیم و حکیم است. این اولین نکته. در ارتباط با هدایت هم
الله متعال در سوره رعد به ما در خاتمه آیه 27 سوره رعد میگه ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه. اونایی که کفر ورزیدن میگن که چرا دلیلی از جانب پروردگار متعال برش نازل نمیشه. قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. الله متعال کسی رو که بخواد گمراه میکنه و اون کسی که انابت به سمت او داشته باشه رو هدایت میکنه. انابت به او سمت او موجب هدایت میشه. دقت کنید این در جای دیگه در آیت دیگه که میگه یهدی من یشاء، در واقع مشیت الهی که حاکمیت او رو در بر داره، وقتی که فرد انابت داشته باشه صلاحیت این هدایت رو داره، ولی وقتی که انابت نداره به طور طبیعی صلاحیت هدایت رو نداره. اما گمراهی که شما باز هم سوالتون در این ارتباط بود، آیت مختلف میگه والله لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال قوم ستمگر رو هدایت نمیده. یهدی بهی من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجه من الظلمات الى النور، الله متعال هدایت میده کسانی که رضایت او رو پیگیر هستن و اونها رو از گمراهی ها بیرون میاره و به راه راست اونها رو میکشونه. در مجموع مختصر اگر خواسته باشین جواب هر دوی این موضوع رو بدیم که مشیت الهی در باب هدایت و گمراهی رو میشه چطوری تفسیر کرد، باید اینطور بگیم که مشیت پروردگار متعال مشیت علیم و حکیمی هست که ان الله لیس بظلام للعبید، و بندگان خودش ظلمی روا نمیداره. اون کسی که سعی و تلاش بکنه انابت به سمت پروردگار متعال داشته باشه خود به خود مستحق هدایت میشه، رحمت الهی شایستگی رحمت او رو پیدا میکنه، و اون کسی که ستمگر و ظالم باشه، اون کسی که در ذات خودش حق جویی و حق پژویی نداشته باشه به طور طبیعی استحقاق و شایستگی هدایت رو نداره و به طور طبیعی الله متعال اون رو گمراه میکنه. در نتیجه مشیت الهی حاکمیتی هست، سلطه‌ای هست که با ضابطه با نظام و حاکمیت حکیم او توأم هست، حکیم هست، علیم هست، رحیم هست و تمام صفات خودش رو داره، و در این حال یهدی من یشاء و یضل من یشاء، هدایت میده اون کسی رو بخواد، علیم و حکیم و رحیم و کریم، و اون کسی رو بخواد هم گمراه میکنه و هیچ کسی هم ظلم نمی کنه. اگر بخوایم شایستگی هدایت رو به دست بیاریم با سعی تلاش خودمون بکنیم، رضایت الله رو دنبال بکنیم، انابت الهی رو داشته باشیم، و اگرم خود بزرگ بینی و ستمگری رو پیش بگیریم، تکبر و خود بزرگ بینی رو داشته باشیم نعوذ بالله، به طور طبیعی محروم میشیم از این هدایت. الله یار و نگهدارتون باد. تا برنامه دیگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وليتذكر أولو الألباب.